هزارا همه جا هستن اونجا. زیبای طالقان میباشد بهارک. اوه طالقان. طالقان. سلام بر وکس این سری تخار. سلام بر وکس یوتیوب بچه های ولایت خفن. اومدیم به سراغ ولایت تخار. تخار. آی وای وای این زیبایی ها تموم نمیشه. این تخار رنگ و برنگ. این رودخونه ها و بحر میگفتن. بحر. بحر. این دریاست. اونا بحر. اینا دریاست. دریاها یا رودخونه ها. ما خودمون میگیم رودخونه به اونا. چقدر پیدا میشه تو افغانستان؟ هر چقدر ما بحر نه جایدنم داره مصنوعیشو میزنن. مصنوعیشو دارن میزنن. خفن ویدیوشو حتما برید ببینید. تازگی گذاشتیم تو چنل و واقعا خفن. یکی خفن تا تموم نمیشه. ریخته من کلا. تموم نمیشه. اون 300 کیلومتر بود. ببین از اینجا تا زنجان خیلی بافته ایران افغانستان شبیه همه. ولی افغانستان یکی از نکاتی که نسبت به ایران داره به نظرم خیلی معادن داره. معادنش خیلی زیاده. 90% دیگه. یه ویدیو درست کردیم 90%. هر چقدر ایران نفت داره در قبال اون افغانستان معادن داره. معادن داره. نفت هم داره تازه. آره داره ولی خب باز خب نفت ایران بیشتر ارکوری کنیم. ولی معادنش انقدر زیاده. بعد دنیا داره نفت فاصله میگیره. دنیا داره به سمتی میره که نیاز به معادن افغانستان داره. افغانستان باید استفاده کنه از این لیتیوم. یکیش لیتیومه. خیلی معادن دیگه الان تو چهار سنگ سومی کشور تو جهان. بعد الان کل پشوانه پولهای جهان بچه‌ها طلا دیگه میدونید دیگه. فقط پشوانه آمریکاست که چون خودش زورگوه طلا نیستش پشوانه پولش. پاراست. همون دلار خودش پشوانشه. خب و اگه طلا داشته باشه کشور خیلی زیاد و ببنده پشت پولش، پولش هم تضمین میکنه. آره میگه بسته خودش. دمتون گرم بچه‌ها تماشا میکنید لاک سابسکرایب بکنید بریم سراغ ولایت تخار. بکوبید بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. بچه لینک ویدیو هم تو دیسکریپشن هست حتما برید نگاه. لتس گو. ولایت فرهنگ، صنعت، زراعت و سیاست. عمر داره دیگه. سیاست، فرهنگ، سیاست، کلا کشاورزی، ولایت فرهنگ، صنعت، صنعت و سیاست. صنعتشو شنیده بودیم قبلا دیدیم خیلی صحبت کردن که اینجا خیلی فکر کنم همینجا بود دیگه پنبه و اینا کش می‌کردن. تخار ولایتی مملو از تازگی‌ها، سرسبزی‌ها، میوه‌ها و پرنده‌ها. تخار ولایتی که ما برای شما به معرفی می‌گیریم. تخار ولایتی کوهستانی و سرسبز است. کوههای سرسبز آن پر از زیبایی‌هاست. تخار از جمله ولایت زراعتی و صنعتی افغانستان است. ولی اینو ویدیو درست میکرد خیلی خوشگل تر از ولایت کابل در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد. او تخار میشه 400 کیلومتری فاصله تا کابل. یعنی 400 کیلومتر رو تو 3 ساعت تقریبا 400 میشه را؟ یا بیشتر 400 کیلومتر از اینجا تا زنجان دیگه. یه از اینجا تا میانه تقریبا 400 کیلومتر طول میکشه. 4 ساعت طول میکشه. آره دیگه. 4 ساعت خوبه دیگه. یعنی بخواد نه 400 کیلومتر شو تقریبا 4 نزدیک 5 ساعت 4 ساعت تا 5 ساعت. من خواستم اینا مثلا اونایی که تو کابلن میتونن برای خوشگذرانی برن تخار. از جمله ولایتی درجه دوم محسوب میشود. گلمول داره. این ولایت در تابستان نسبتا گرم و در زمستان نسبتا سرد است. حرارت در فصل زمستان دقیقاً مثل آب هوای ایران 29 درجه و گرمای آن در فصل تابستان از 35 الا 40 درجه میرسد. مساحت این ولایت بیش از 124,000 کیلومتر مربع تخمین زده شده است. جمعیت این ولایت بالغ بر 1,093,000 نفر میرسد. خواستم بگم من 123,000 نفر. نه با ولایته بولسواری نگوشه. خب یه ولایت کوچولوه 1,000,000 داره. کوچولو هم نیست ولی خب 1,093,000 نفر. افغانستان جمعیتش 30 خورده یا 40 میلیونه. الان کرج حساب بکنه نزدیک 7-8 میلیونه. کرج؟ آره. با روسا و اینا کل دورته نزدیک 9 میلیونه. نه بابا به خدا. بیشتر مردمان این ولایت را تاجیک ها و ازبک ها تشکیل میدهد. آره دیگه تاجیک ها و ازبک ها. ببین تخار خیلی نزدیک تاجیکستان و اون بالا ازبکستان و ایناست. هزاره ها و پشتون ها نیز در این ولایت ساکن هستند. هزاره ها همه جا هستن. زیبای طالقان میباشد. بهارک. اوه طالقان. طالقان. طالقان کرج هم داره بالا پایین داره بچه ها. مرکز این ولایت شهر زیبای طالقان می باشد. بهارک، اشکمش، دشتقلعه، خواجه‌غار، بنگی، ینگی‌قلعه، رستاق، فرخار، چال، خواجه بهاءالدین، ورسج، بولسواری‌ها و نمکا و بولسواری‌های این ولایت می باشد. باجی برای خودش یه ایالتیه. آره دیگه یه کشوری برای خودش. تو میگی کوچولو نگاه کن بولسواری‌ها رو. سمت راستش بدخشانه. شمال شرق تخار ولایت بدخشان، به طرف غرب آن ولایت قندوز، به طرف جنوب آن ولایت بغلان و به طرف شمال آن تاجیکستان موقعیت دارد.
اولین والی این ولایت محمد داوود داوود بود. سپس اکرام الدین معصومی، عبداللطیف ابراهیمی، عبدالجبار تقوا، احمد فیصل بیگزاد. اون شبیه چیز نبود؟ اون شبیه این وزیر امور خارجه روحانی نبود؟ چی بود اسم اون؟ وزیر امور خارجی؟ چیزو میگی؟ ظریف. نگاه کن. معصومی، عبداللطیف ابراهیمی، عبدالجبار تقوا، احمد فیصل بیگزاد، یاسین ضیا، فضل الله مجددی، عبدالحق شفق و محمد ضیا همدرد، عبدالله قرلق در این ولایت حکومت کردند و اکنون مولوی نورالدین والی این ولایت میباشد. مردم این والی همون نماینده، مثلا یه جور نماینده مردمون ولایت میشه دیگه، فکر کنم میشه مثلا مجلس ما هست، مثلا نماینده داره هر شهر. درسته بچا اینو حتما داخل کامنت بذارید. ولی بعضیاشون نماینده نیست، گوسفند رفتن اونجا. آره دیگه، متاسفانه بعضیاشون خوب کار نمی‌کنن واسه من. یه ذره بسیار با ادب بگو. ولی خیلی دیگه مال عامیانه دارم میگم دیگه. خیلی عامیانه. مردم کار نمی‌کنه. خیلی دیگه داری عامیانه. برای خودشون. خیلی دیگه عامیانه داری میگی. بریم ادامه بچا بریم. ولایت تخار با نشریه‌ها علاقه زیاد دارن و به خصوص در 12 سال اخیر انجمن‌های فرهنگی مانند انجمن آقا اینجا چرا پرچم اسرائیل دارن تبلیغ میکنن؟ نه اسرائیلی شبیشه که بستری دریاچه و انجمن جوانان تخارستان هفتانامه ها، ماهنامه ها و مجلات بیشتر به دسترس مردم قرار گرفته است. تخار دارای مناطق زیادی تاریخی بوده که میتوان از مشهورترین آن بنامهای زیارت خواجه بهاءالدین، زیارت خواجه خضر، زیارت حضرت واقف، زیارت خواجه چنگال، پیر فرخار و قلعه زوبین نام. عجیب. ببین این فاز اینجوریو من خیلی تو چیزم میره، یعنی بیس کار این افغانستان تو مشهد خیلی بود. مشهد میری اینقدر جای مختلف دیدنی داری، نمیدونم سر مزار فلان، خود امام رضا، اینا همه اینا هست. ارزون بود، ارزون بود. ویزا میزا اینقدر اذیت نمی‌کنه. سه برابر ترکیه ما باید هزینه بدیم بیایم افغانستان. اگر ویزا میزا یه ذره ارزون بود، یه ذره مثلا حالا نه اونجا چوب تو اونجا بکنن، راحت میمادیم اینا رو. من دوست دارم واقعا دور از هر چی که یوتیوب کار میکنیم، من واقعا دوست دارم بیام افغانستان. اصلا بریم مردم رو ببینیم. اینقدر تو ویدیو دیدم آخه بچه ها، اکثر بچه ها ما بریم بیشتر آمریکا الان. چرا؟ چون خیلی شم اونجا. آره دیگه زده لوکیشن آردی. ولی خب بچه ها وی پی ام بچه آلمان میبینن. الان بچه ها افغانستان میبینن بدون وی پی ام میبینن دیگه، نمیدونم چه جوری وضعیت. آموزش آره. در ولایت تخار نیز رو با پیش رفته است. در تخار 600 باب مکتب وجود دارد که در آن بیش از 340 هزار دانش آموز مشمول بر 145 هزار دختر تدریس میشوند. دانشگاه تخار نیز از دانشگاه های البته قبل از این ماجراها دیگه اصلا بل کن اینو 140 هزار تاش بچه دختره، 360 هزار تاش پسره، این چقدر شد؟ 1,100,000 اونجا جمعیت داشت. نیست چه شب واسه بچه ها بقیر. آخ 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 میگن افغانستان کلا سنش جوونه. خب حساب کن دیگه آقا 300 تا 340 اونم 160 نزدیک 510 510 نفرش رفت واسه جوونا. آقا یه 200 نفرش هم میره واسه پیرمردا. نصفش سمبالا، نصفش جوونه. خیلی خوب بیشتر از نصف. حالا باشه مثلا بین مثلا اینا بچه جوونو تو حساب بکنی از 15 تا 30 همه جا میگن، حتی تو ایران هم تو خبرگزاری ایران میگن که افغانستان میانگین سنش خیلی جوونه، ولی برای پیشرفتشون خیلی اوکی دیگه. آره دیگه چارت اینا چارت ازش مغز در بیاد بیرون در میارن کشور رو. این معتبری سمت شمال به شمار میره. دانشگاه تخار، یک دارالعلوم، 5 دارالحفاظ، 15 باب الحاقی تربیه معلم در ولسوالی ها و یک مؤسسه تربیه معلم در شهر طالقان و چندین مکتب خصوصی، دانشگاه های خصوصی و مدارس دینی دخترانه نیز در این ولایت فعالیت دارند. خداییش این حاجی مخم قبول داری؟ آره این جوونا خیلی خوبه. اصلا کلاً کاری ندارم. هر جای دنیا چون تو سختیان، چون تو سختیان. آره. خدای تو سختیان. چون مثلا که... می‌بینی یک کسی که موفقم اسمت تو افغانستان، از افغانستان هم میاد بیرون، میره کشور دیگه، اونجا هم سعی می‌کنه درس بخونه. حاجی الان چند خیلی هاشون اینجوریان. حالا بعضیا رو ما نمی‌بینیم. نمی‌شناسیم. خب ولی خیلی هستن از بچهای افغانستان. ایران هم هست. ایران از لحاظ پزشکی جلوه. آره خدایش. خب پزشکیش مثلا خیلی بالاست، مثلا خیلی از کشورهای دکتر ایران خیلی جذب میکنه. از توی از سال 98 97 فکر کنم 98 تا الان نزدیک 7000 تا دکتر و پرستار و نمیدونه آمپول زن از اینجور چیزا کلا جذب شده. آره رفتن بیرون از ایران. در ولایت تخار شرکت ها و کمپانی های تولیدات صنعتی وجود ندارد، اما مردم آن به صنایع دستی دسترسی خوبی دارند که از آن جمله می توان از چموس دوزی، پشمینه بافی از پشم حیوانات و مورد دوزی و خامک دوزی نام برد. از مورد دوزی خامک دوزی تخار را مورد بحث قرار دهید. تخار یکی از ولایت زراعتی بوده و اقتصاد اکثر مردم آن به زراعت، مالداری و مالداری متکی است.
در حدود 130 هزار هکتار زمین آبی و 300 هزار هکتار زمین للمی در این ولایت وجود دارد که اکثرا در دو فصل کشت می شود. محصولات عمده آن را برنج، گندم، جو و جوار تشکیل می دهد. برنج، گندم، جوار، جو. علی ببین میشه واقعا اسم نشدنی خدایی ایران یه ذره خیلی کامپیوتری شده. من دارم اصولی میشه خیلی کامپیوتری شده ایران. به خدا اگر مثلا فکر کنم میتونیم بگیم افغانستان خیلی اصیله الان. میچی میگم شکل خودش رو حفظ کرده. شهرهاش، ولایت‌های مختلفش کشاورزی میکنن پول در بیارن. مثل مثلا کارتون‌ها و انیمیشن‌ها که از قدیم میدیدی. کرج، تو خود کرج بچه‌ای که تو کرج هستن. مثل ربات میری سیخ سیخ رفته همه آپارتمان ولی این چقدر خوشگل ویلایی. سمت تبریز و مثلا روستا مثلا اون منطقه من حاضرم برام تو روستا زندگی کنم فقط اینترنتم خوب باشه. اینترنت دوست دارم ایران تو اینترنت قربونش برم که باید بوس کنی دیگه تا یه ویدیو میخوای باز کنی کل بازیگراش بوس خیلی بهتره بچه‌ها. دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردید. لایک سابسکرایب حتما بکنید. زنگ بزنید بکنید. حتما ولایت خودتون رو اگه ریاکشن بشه در داخل کامنت برام بنویسید. دمتون گرم. گود بای. خدا نگهدار.